بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز 12 تیر ماه، روز حمله ناجوانمردانه ناوگان آمریکایی به یک هواپیمای مسافربری ایرانی در سال 67 در خلیج فارس است که 290 نفر از سرنشینان این هواپیما به شهادت رسیدند و متاسفانه دولت آمریکا از اون زمان تا کنون نه عذرخواهی رسمی کرده نسبت به این جنایتش و نه اینکه اقدام قابل توجهی انجام داده و از طرف دیگر فرمانده این ناو رو هم مورد تشویق قرار داده که واقعا نه عمل قابل پذیرشه به هیچ عنوان، یک جنایت بزرگ و هولناک، و نه اقدامات بعدی هیچ کدام متناسب هست با اقدام غلطی که آمریکا در خلیج فارس انجام داده. ما برای ارواح همه اون شهیدان درود میفرستیم و براشون علو درجات میخواهیم و امیدواریم دولت آمریکا بدونه که جنایت بسیار بزرگی رو در سال 67 در خلیج فارس مرتکب شد و همواره همه آزادی خواهان جهان خواستار این هستند که آمریکا اقدامات لازم را هم برای عذرخواهی، هم برای جبران و هم برای توضیح اینکه چرا قاتل و جنایتکار این جنایت بزرگ رو مورد تشویق قرار داده به اطلاع مردم برسونه. خب ما در یک شرایط خاص کرونایی امروز قرار گرفتیم. با اون چه که در هفته پیش ما شرایط رو می دیدیم، متاسفانه در مسیر افزایش این بیماری هستیم و خب در هفته های گذشته اعلام شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. متاسفانه خب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصاً انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختن هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود. و خب مسئله تابستان رو هم داریم، سفرهای تابستانی رو هم داریم. به هر حال قبلا خب ماه رمضان، عید فطر، این مسائل هم بوده و اینا همه دست به دست هم میده. یعنی ما همه اون مقرراتی که برای مناطق قرمز و نارنجی و زرد پیش بینی کردیم باید دقیقا اجرا بشه. اگر اون دستورالعمل ها مورد تردید قرار بگیره یا عمل نشه، خب ما دچار مشکل میشیم دیگه. این مسئله شوخی نداره، یک بیماری است که معلوم نیست تا کی مهمان این ناخوانده میمونه در جامعه ما و اگه ما مراقبت نکنیم با این مشکلات مواجه میشیم. خب همه میدونن که ما با یک ویروسی مواجه شدیم که این ویروس هم از لحاظ شناخت ابعاد این ویروس هنوز هرچی میگذره یک بعد دیگری به هر حال از این ویروس نمایان میشه و آشکار میشه، مخصوصا جهش ژنی این ویروس که بسیار خطرناک، موتاسیون هایی که رخ میده و تغییرات ژنتیکی که به تدریج داره ایجاد میکنه. شما میبینیم هر روز یک نوع از این ویروس با ویژگی خاصی که معمولا هم سرایت بیشتره هم خطر بیشتره وارد میشه و مردم ما رو مبتلا میکنه. و یکی از ویژگی های این ویروس قدرت سرایتشه که این قدرت سرایتش هم هی در نوعهای جهش یافته بیشتر هم میشه. خب این یکی از مشکلاتی است که این ویروس ما باش مواجه هستیم.
این ویروس هم ویروسی نیست که بگیم مخصوص یک منطقه است، مخصوص یک کشور، پاندمی است، سراسر جهان رو فرا گرفته. شما میبینید یک کشور شرایطش یه مقدار خوب میشه، همه محدودیت رو ور میداره، چند هفته بعد دو مرتبه ناچار محدودیت ایجاد کنه. معلومه این ویروس ناشناخته است، یعنی حتی تو غرب، حتی تو اروپا ما میبینیم یک کشوری میاد اعلام میکنه میگه به خاطر واکسن هایی که ما زدیم شرایط الان مناسب شده، همه رستوران ها و همه عرض کنم که تالارها و همه رو، مراکز ورزشی و فرهنگی و همه رو باز میکنن. سه هفته چهار هفته بعد دو مرتبه هجوم این بیماری، این ویروس، حالا به نوع دیگر، به شکل دیگر، به نام دیگر، دو مرتبه ناچار میشن همه جا رو محدودیت ایجاد کنن. معلومه این ویروس هنوز ابعادش اونجور که باید همه بشناسن نشناختن، و خب هر آنی یک بخشی از قدرت خودش رو این ویروس متاسفانه نمایان میکنه. ویروس ویروسی است غیر قابل درمان. حالا البته این وقتی این ویروس میاد یه عوارض جانبی رو ایجاد میکنه، اون عوارض جانبی رو خب یه جوری به هر حال قابل درمانه و درمان میکنن و دنبال میکنن، اما خود ویروس که بگیم یک داروی مشخصی داره و این دارو میتونه مثلا در 5 نوبت در 3 نوبت مصرف بشه و این ویروس تمام بشه، همچون چیزی ما نداریم. یعنی در واقع باید بگیم غیر قابل درمان هست به یک معنا. در این حال یک نکته مثبتی رو ما میبینیم و اون این که این ویروس واکسن پذیر هست، یعنی واکسن میتونه تأثیر گذار باشه در این ویروس. گاهی وقتا هم یه شرایطی پیش میاد که در واکسن پذیریش هم یه خورده تردید میشه، یعنی یه واکسنی میاد به هر حال مردم یک مسئولیتی پیدا میکنن، اما بعد یک نوع جهش یافته جدیدی میاد که میبینی که اون شرایطی که در بدن ایجاد شده و مقاومتی که ایجاد شده در برابر این ویروس جدید، دو مرتبه مقاومتش شکسته میشه. حالا ممکنه مرگ و میر خیلی پایین تر باشه البته، ولی خب بیماری متاسفانه باز هم هست. ما عدد بیماری داریم، عدهشون هم ناچار میشن به هر حال بستری بشن، عوارضی هم دارن. پس این ویروس از یه طرف واکسن پذیره، گاهی هم از نظر ابتلا واکسن پذیریش مورد تردیده. از لحاظ مرگ و میر البته واکسن بسیار تاثیرگذاره و مؤثر هست، همه دنیا هم نشون داده شده اونایی که واکسن زیاد استفاده کردن به مقدار قابل توجه تونستن جلو این بیماری رو تا حدی مهار بکنن. ما در کشور خودمون اولا در مسئله واکسن شرایط ما الحمدلله روز به روز داره بهتر میشه. البته میبایست ما واکسن بیشتری در اختیار میداشتیم. اگر کشورهایی که باشون قرارداد بستیم و حتی بعضی پولش هم پرداخت کردیم، اگر واکسن رو به موقع به ما میدادند، ما شرایط بهتری حتما میداشتیم. کوواکس پولش پرداخت کردیم و خب عقب از اون قولی که به ما داده، اگر به موقع، خب ما از این 16 میلیون و 800 هزار یک چیز کمی رو از اینا گرفتیم، بقیه باقی مونده. حالا اگر برسه به هر حال به زودی میتونه به ما کمک بکنه. همه علامت ها نشون میده که هم واکسن خارجی برای خرید و وارد شدن به کشور و هم واکسن داخلی که البته 2 واکسن الان مجوز اضطراری رو گرفتن، بقیه واکسن ها هم به تدریج ممکنه به این مرحله برسن، واکسن داخلی هم به ما کمک میکنه. انشالله شرایط از هفته آینده حتما از در واکسن بهتر خواهد شد، وسیع تر واکسیناسیون انجام میگیره. یه مشکلاتی هم در بعضی از جاها بود که در نوبت دوم ازدحامی صورت گرفته بود، این هم خب یه سری مراکزی بود در تهران هم عمدتاً یه سری مراکزی بود، اینا رفع شده الحمدلله. امروز دیگه اون اجتماع و تزاهم و ازدحامی که مشاهده میکردیم نیست، انشالله به گونه‌ای باشه که مردم به راحتی بتونن واکسن رو بزنن. حالا اولویت هام دیگه، حالا اولویت های قبلا تو این ستاد مشخص شده. یه مواردی هم هست که
میتونیم ما جزء اولویت ها قرار بدیم و باید وزارت بهداشت درمان ما اونها رو مورد توجه قرار بده. از یه طرف بحث اول مهر رو داریم، به هر حال مدارس و دانشگاه ها رو داریم، از یه طرف کسب و کارها و مشاغل و خدماتی داریم که مواجه هستند با این بیماران، باید سریعتر واکسن اونها انجام بگیره. انشاءالله ما بتونیم واکسیناسیون رو توسعه بدیم و شرایط مناسبتری رو ما داشته باشیم در هفته های آینده. اون چه میتونیم بگیم، چه اون کسی که واکسن تزریق کرده، چه اون کسی که واکسن هنوز تزریق نکرده، حتما همه با هم پروتکل ها رو باید مراعات بکنیم. یعنی واکسن باعث نمیشه که ما پروتکل کنار بذاریم، فاصله گذاری ها رو کنار بگذاریم، ماسک رو کنار بگذاریم، مهمونی ها، دور همی ها، اینا همچنان سر جای خودش. این پروتکل فعلا حداقل تو کشور ما تا آخر سال باید با قدرت ادامه پیدا کنه تا حالا ببینیم شرایط به کجا میرسه. بنابراین این پروتکل گرچه قابل پیش بینی به صورت دقیق نیست، اما قابل پیشگیری هست. یعنی با مراعات همه پروتکل های بهداشتی ما میتونیم پیشگیری بکنیم. بنابراین ما چاره ای نداریم جز پروتکل، واکسن و امید و اعتماد. این سامل باید ساملی باشه که مردم ما رو هدایت بکنه که هم همه اصول بهداشتی رو مراعات بکنن، هم در چارچوب پروتکل فعالیت‌های اجتماعی خودشون رو، البته گاهی با برخی از محدودیت‌ها، انجام بدن. خب امروز بحث شد که ما در برخی از استان‌های جنوبی ما شرایطشون حاد شده، حالا بگیم موج چهارم، موج پنجم، چون برخی از این استان‌ها قبلا موج چهارم تو بعضی از استان‌های دیگه بود، اینا نداشتن، اینا وارد موج چهارمشون شدن. اما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم. یعنی حتما اگر دقت کافی نشه، مراعات کافی نشه، همین امروز اعلام شد که در مجموع 69% پروتکل های بهداشتی در کشور داره مراعات میشه. خب این خیلی کمه. چندین هفته پیش وقتی مطرح شد بحث 78% و 80 و چند درصد و اینا بود که ما میگفتیم 78% هم کمه، باید برسه به 90%، بالای 90%، الان به 69% رسیده. خب شرایط ما شرایط سختی است که ما میبینیم الان با 92 شهرستان قرمز مواجه هستیم، و اگر مراعات نکنیم شهرستان قرمز ما توسعه پیدا میکنه. و من خواهش میکنم از همه استاندارها، نیروی انتظامی، همه اونهایی که باید نظارت و مراقبت بکنن، رنگ بندی رو به دقت مورد مراعات قرار بدن. یعنی اگه یه جای قرمز میشه، همه شرایط قرمز و دستورالعمل‌ها باید اجرا بشه. نارنجی همینطور، زرد هست به همین صورت. پس همه باید این کار رو بکنیم. در استان‌های جنوبی به خاطر اینکه این ویروس نوع دلتا اونجا نفوذ کرده، باید مراقبت بیشتری رو انجام بدیم. خب ما امروز با استان سیستان بلوچستان در ارتباط مستقیم بودیم و دیدیم که به هر حال یک مشکلاتی مردم باش مواجهن، همه باید یاری کنیم، کمک کنیم به خود مردم. اصلا درمان این ویروس با اقدام دست جمعی امکان پذیره، هم دست جمعی در داخل کشور، هم دست جمعی در دنیا. یعنی یک کشور هم اگه کامل خودش مسموم کنه، کشور همسایهش آلوده باشه، باز دو مرتبه این آلودگی وارد میشه. بنابراین باید برای سراسر جهان فکری بشه، هم برای واکسیناسیون، هم برای پروتکل ها. برای داخل کشور هم همینطور باید واکسیناسیون رو اضافه بکنیم و همچنین مسئله پروتکل رو. انشاءالله امیدواریم که در این تابستان مردم هم برای سفرهاشون مراعات بکنن، جایی که قرمز هست، نارنجی هست، سفر رو انجام ندن، حتما سفرهای تابستانی رو به تأخیر بندازن، و هم تردد به اماکن عمومی، مراکز خرید، تجمعات، دور همی ها، همه اینها مراعات بکنن که ما بتونیم جلو
انتقال این ویروس مخصوصا نوع جدید هندیش رو ممانعت بکنیم و کشور ما بتونه با سلامت بیشتر، اطمینان بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خودش ادامه بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.